روزهای سخت زینالدین زیدان در رئال مادرید، فرانک لمپارد نزدیک و نزدیکتر به اخراج از چلسی، مارتین اودگارد در راه لندن و آرسنال و چند تا خبر دیگه. سلام، خیلی خیلی خوش اومدیم. من سجاد هستم، اینجا گپ اسپورته و این 21مین سری از اخبار روزانه ماست. پس بی‌معطلی برو بریم. خب، زیدان و رئال مادرید که این فصل پرفراز و نشیب تا اینجا داشتن، پریشب قرار بود در مقابل تیم آلکونیا، تیم دست سومی از اسپانیا، در جام حذفی بازی کنن که توی این بازی در عین نوآوری شکست خوردن و تیم آلکونیا در طول 120 دقیقه و در حالی که یه یار هم کمتر داشت توی دقایقی از بازی، تونست قهرمان 13 دوره لیگ قهرمانان اروپا را از جام حذفی اسپانیا کنار بزنه. خب، همونطور که گفتم زیدان رئال این فصل پرفراز و نشیب داشتن، شروع نچندان خوب توی لالیگا تا اون نتایج پرفراز و نشیب توی لیگ قهرمانان اروپا جلوی تیمایی مثل گلادباخ و شاختار، یا بعد از اون برد خوبی که جلوی بارسا داشتن و زیدان یه بار دیگه از لبه پرتگاه خوشو کشید کنار، تا از دست دادن امتیاز جلوی تیمای پایین جدولی مثل اوساسونا، یا باخت 4-1 جلوی والنسیا و تمام نتایج و همین باخت آخرشون شاید باعث شده که خیلی از منابع اسپانیایی و رئالی بگن که این فصل دیگه آخرین فصل زیدان توی رئال و مدیرای باشگاه تصمیم گرفتن که این سرمربی تاریخ ساز فرانسوی رو در آخر فصل از تیمشون کنار بذارن. اما فقط این نیست، رئال از فصل پیش خریده خیلی خوبی داشت، ادن هازارد، لوکا یوویچ، ادر میلیتائو، مندی و کورتوا که فصل پیش به رئال اومدن و خریده گرون قیمت و خوب بازیکن بودن که توی تیمای قبلشون خیلی خوب کار کرده بودن، ولی توی رئال نتونستن اونجوری که باید شاید خودشون نشون بدن، بجز کورتوا و مندی که خیلی خوب دارن توی ترکیب رئال بازی میکنن و جا افتادن و زیدان بهشون اعتماد میکنه، ولی بازیکنی مثل هازارد که توی چلسی تبدیل به اسطوره شده بود براشون، اومد رئال و دیدیم که اصلا خوب کار نمیکنه تو موقعی که مصدوم نیسته. شاید میلیتائو که توی پورتو خیلی خوب بود ولی توی رئال دیگه وارون راموس اصلا بازی نمیکنه. از طرف دیگه هم جوانای رئال بحثشون است که خب فده والورده یا مارتین اودگارد که خیلی خوب بازی میکنن، یعنی فده والورده که هر موقع توی ترکیب رئال بوده فوق‌العاده کار کرده، ولی زیدان معمولا ترجیح میده که از همون بازیکن قدیمیش مثل کورس مودیچ استفاده کنه. درسته که اونا بازیکن خیلی خوبین و حتما هیچکی نمیتونه فراموش کنه کارهایی که برای رئال کردن، ولی شاید دیگه کم کم وقت تغییر نسل توی رئال رسیده باشه و فده والورده که فوق‌العاده کار میکنه هر موقع ترکیب رئال باید بیشتر بهش میدون داده بشه، و این هم یکی از دلایلیه که شاید خیلی دوست داشته باشن زیدان دیگه توی رئال نباشه. گرچه زیدان کارهای بزرگی کرده و هیچ کس هم نمیتونه اونا را از یاد ببره، ولی اگه نظر خود من رو هم بخواین دیگه تو آخر فصل احتمالاً زیدان سمرابی رئال نخواهیم دید. خب فلورنتینو پرز میترسه اگه مثلا امباپه بیاد نکنه شاید تبدیل به یه هازار دیگه شه و این میتونه یه کابوس باشه برای رئالیا و فلورنتینو پرز، و به نظر من هم احتمالش اصلا کم نیستش که در آخر فصل زیدان رو از تیم برکنار کنن مدیرای تیم رئال مادرید. و فرانک لمپارد که به خاطر عملکرد بعدش توی چند هفته اخیر مورد انتقاد قرار گرفته بود، از پس لستر سیتی هم نتونست بر بیاد تیمش و فشارها روی این سرمربی انگلیسی بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. خب، چلسی توی بازی با لستر واقعا عملکرد خوبی از خودش نتونست ارائه بده، تا جایی که حتی رسانه انگلیسی انتقاد کردن از تاکتیک‌های فرانک لمپارد و اونا رو ساده لوحانه و خیلی ابتدایی دونستن. به نوعی بعد از بازی هم سرمربی تیم لستر آقای برندن راجرز تایید کرد این صحبت‌ها رو و گفتش که ما می‌دونستیم از کجا باید به چلسی و تیم فرانک لمپارد ضربه بزنیم و خیلی راحت صحبت می‌کرد در مورد. جیمز مدیسون هم صحبت‌های سرمربیشون تایید کرد و گفتش که ما می‌دونستیم چلسی روی ضربات ایستگاهی و آزاد مشکل داره و خیلی راحت در مورد موضوع صحبت میکردن. خب، یه خورده آزار دهنده است دیگه واسه هواداره تیمی که دارن در موردش صحبت میکنن. و خب چیزی که مشخصه اینه که شرایط برای لمپارد اصلا خوب نیست توی تیم. بعد از بازی هم مصاحبه تندی کرد علیه بازیکناش و گفتش که بعضی از بازیکنان توی زمین اونطور که باید و شاید از جون و دل مای نمیذارن و نمیدونن توی زمین، و این نشون میده که مشکلات بزرگی توی تیم چلسی هست، به خصوص توی رختکن. این واسه هر تیم میتونه یه سرطان باشه. و از اون طرف مدیریت چلسی بعضی خبرها اومده که دنبال مربی آلمانی زبونن به خاطر ستارهایی که گرفتن مثل هاورتس، ورنر و حکیم زیاش که از هلند اومده بود. و خب چیزی نمیشه گفت جز اینکه فرانکی به خودت بیاد، تو خل رفقا در کمینن.
و اما مارتین اودگارد هافک نروژی با استعداد تیم رئال که فصل پیش فصل فوق‌العاده رو توی سوسیداد گذرون و انقدر خوب بود که زینالدین زیدان از مدیر رئال درخواست کرد که بند قرضش رو دیگه تمدید نکنه تا به رئال مادرید برگرده، ولی خود زیدان بازیش نداد توی رئال و بیشتر به همونطور که گفتم توی بخش اولمون به کروس مدش اطمینان می‌کنه تا هافک جوان‌تره و اینطوری شدش که مارتین اودگارد از مدیر رئال درخواست کرده که اجازه خروج قرضش رو توی نیم فصل بدن و طبق اخباری که منتشر شد در ابتدا گفتن که سوسیداد توافقات انجام داده و احتمال زیاد دوباره برمیگرده به سوسیداد توی نیم فصل، ولی دوباره آپدیت شد اخبار و گفتن که آرسنال داره هاجک میزنه اودگارد و از سوسیداد و قراره که این بازیکن به لندن منتقل شه و آرسنال یه قرارداد قرضی 6 ماهه تا پایان فصل باهاش میبنده و در آخر فصل دوباره به رئال برخواهد گشت. خب توی ویدیویی که داشتیم و من و سینا به هر تیم یه بازیکن پیشنهاد دادن که میتونست این فصل بهشون کمک کنه و اون تیم واقعا بهشون نیازش، سینا دقیقاً در مورد این موضوع صحبت کرد که آرسنال به بازیکن نیاز داره که توی خط هافکشون خلاقیت ایجاد کنه، به خصوص پشت محوطه جریمه و بازیکن‌ها رو بتونه تغذیه کنه، بازیکن مثل لاکاتت و اوبامیانگ که خب اودگارد میتونه یه انتقال خیلی خوب باشه از این نظر. اودگارد بازیکنیه که خیلی خلاق و بااستعداده و اینو توی سوسیداد ثابت کرده بود. اگر آرتتا بتونه اون بازی که میخواد ازش بگیره و بتونه بهتن عملکردش رو ازش بگیره و همینطور اودگارد هم بتونه شرایط خودش رو با آرسنال، لندن و لیگ برتر تطبیق بده، مطمئنم میتونه یه خرید خوب برای آرسنالیا باشه و به نظرم هوادار آرسنال باید از این انتقال خوشحال باشه. خب حالا بریم سراغ چند خبر کوتاه دیگه که براتون بگم و بعدش خدافظی کنیم. شروع کنیم از گری نویل، استرای یونایتدیا که بعد از باخت لیورپول جلوی برنلی بهش تیکه انداخت توی توییتر و چند تا توییت زد و مسخره کرد لیورپولیا رو و این کوریا هنوزم بین گری نویل و هوادار لیورپول و تیم لیورپول هستش. و فیلیپو اینزاگی که در حال حاضر سرمربی تیم بنونتو دست سری ای ایتالیا قصد داره که شیخ دیاباته مهاجم فعلی تیم استقلال رو به این تیم برگردونه. و باشگاه اس میلان که قصد داره فیکای توموری مدافع جوان چلسی رو به خدمت بگیره، طبق گفته رسانه ایتالیایی این مدافع امروز توی تست‌های پزشکی شرکت میکنه و بعد از اون قراردادش به طور رسمی با میلان امضا میکنه. طبق گفتن یه قرارداد قرضیه که میلان میتونه بعداً با یه بند 28 میلیون یورویی این قرارداد رو دائمی کنه و به طور دائم توموری به میلان بپیونده. خب این هم بود از اخبار روزانه امروز. خیلی خیلی ممنون که ما رو تا اینجا تماشا کردین. یادتون نره که حتما ما رو سابسکرایب کنین، الان تا زنگوله رو بزنین تا از جدیدترین برنامه ما با خبر بشین. توی اینستاگرام هم ما رو فالو کنین و با لایک و کامنتتون از ما حمایت کنین. ممنونم از نگاهتون و خدا نگهدار.